یک کمی پایین تر رفتیم و از بس که هوا سرد بود دیگه همون زن و بچه همونجا تایی پتو خودی سر قله زیر پتو جمع شده و یه هفته و کمت پایین تر رفتیم و گرم دیگه اون سال که همون قد اذیت شدم اون مزه از دان ما نمیره دیگه. آرزوی از مهمیه که در دنیا و آخرت مد دیستی ما از دامن حسین تا نمیشه. ما اگر خواب بم به نظر ما میشه در صحرای کربلایم، بیدار من که در نظر میشه ما در صحرای کربلایم. سلسله مستند کربلایی، روایتی از مسافران راه عشق. کربلای جان، چی شد که شما تصمیم گرفتین که بریم به سفر کربلا؟ خود شما میدونید عشق حسین یک چیزی است که در قلب عالم. همون شاعری که گفت این حسین کیست که عالم دیوانه است، بالخصوص ما یکی خود ما شخصی خدا رو گوا میدنم و خود حسین رو گوا میدنم. شبم در دل میه، روزم در دل میه. وقتی که گای ما با پسرای خود صحبت میکنیم که ما اگر خواب بم به نظر ما میشه در صحرای کربلایم، بیدار من که در نظر میشه ما در صحرای کربلایم. چند سال پیش بودی سفری که رفتین اولین سفرتان؟ زمانی دیگه او سالش رو نمیه، فقط زمانی بود که صدام تازه سخود کرده بود. در مسیر را مردم چطور دیدین؟ رفتارشان که در شما چه رقم بود؟ مردم الحمدلله خدا رو شکر همه دیگه حسینیه دیگه، عشق حسین بسیار رفتار خوب و بسیار بالخصوص مردمی خدا ایشالله یه زمارا یه ایمه تاهیرین مردمی ایران دیگه خیلی با ما دیگه اون چی بو گرفتاری نک میکنه، اون چی بو گرفتاری نک میکنه، جای و قضا و دیگه همه چیزها رو خوب ما خیلی راضییم. دیگه درباره با حسین است و امام حسین علیه السلام همه دیوانه از وی دیگه دیگه خدمت کرد بزرگوار هست و دیگه اون سال که همون قد اذیت شدم اون مزه از دان ما نمیره. شما برای سختی ها گفتین، خب سختی که مزه نداره، و او چی شده، چی شیرینی و چی لذتی شما در سفر دیدین که باعث شده که هر سال جگر شما این رقم بسوزه در آتش زیارت؟ او شیرینی همیشه بود که اولین من سفر ما بود، اولین آرزوی ما بود، شب روز آرزو داشتیم که ما در امام حسین برسیم. همین بود که او مزه او شیرینی از دان نمره، از جان اصلا شب روز در جان ما هستم مزهشی دیگه. الحمدلله از با در سال رفتیم. یک خاطره اتفاق خاصی که در این سفر، شاید همون سفر اول خاطر انگیزتر بوده براتان، از همین سفر کربلای اولتان یک خاطره اگر برای ما تعریف کنین از سختی ها و مشکلاتش. سفر ما خدمت شما عرض با که ما از اینجا که حرکت کردیم، ما را سرکاروان ما که ما را از اینجا حرکت داد با ما تایی کردن، تایی کردن که آقا جان 30 میلیون تومان 30,000 تومان از شما میگیریم، کربلا میبریم و پس شما را اینجا میرم. 30,000 تومان از ما اینجا گرفتن. بعد ما بودیم تقریبا افغانی زیاد بودیم، تقریبا 100 نفر همونطور افغانی بودیم. ما را از اینجا حرکت دادیم. ما یکی خود من اینقدر شلوغ بود که ما از بین مردم که از التیمور بور شدم دیگه حال به حال شدم از بس که شلوغ بود. ما را بردن ترمینال، خدمتی بزرگوار عرض که شبه ترمینال که بردن اونجا تا نماز شام اونجا نشسته بودیم و در ترمینال که یک دفعه آوازه شد و ناننده ها آمد ما افغانی را نمو بریم، چون ما اگر افغانی را ببریم ماشین ما را میخوابن، نه افغانی را ردی مرز میکنم و نمیدونم جریمه های سنگین میکنم، ما افغانی را نمو بریم. همه رفتن به تراک کردن کلن پولای خره گرفتن از او بابایی که ما را تایی کرده بود و ما مورم در کربلا و پس میرم پولا را گرفتن. فقط ما مندم یک بنده، یک سید از شیخ حسن بود، جراجان بود،
یک بند خدای عام بود. ما سه تا مندیم، ما شش تا منج گریه کده، گریه کده شش تا مون. گفتم ما آمدیم ما کربلا برو، مشکل ندارم رد مرز کرد کرد دیگه. فقط او بند خدا هم پالایم شش تا و سید هم شش تا. همون نیماندیم تا زمانی ده یوازده دوازده بجه شبه، همون جی گریه کده شش تا مون روی ده امام رضا و امام رضا. ما که میخواستیم کربلا برون دیگه. یک دفعه یه سرکاران ما پیدا شد، سرکاران ما پیدا شد، همون جی گفت که سید تو نرفتی؟ ما گفتم نه. گفت که گفتم که دیگه همه پلای خری گرفتم تو نبودی. خب جریان از این قرار است بودم، ما میخواییم کربلا برم، ما با شما تایی کردیم که ما کربلا برم. این بنده خدا همه رفته بود دیگه. خب همه که رفته بود برگشت و برگشت، گفت که موری؟ گفتم مورم. باز گفت موری؟ گفتم مورم. سه دفعه از من پرسان کرد، گفتم مورم. ای گشت گشت یک ماشینی خالی رو پیدا کرد. گفت یعنی می تهران ما رو پس بیا که دویزی بشینم. خودشم من بود. رفتیم خدمت در شد، رفتیم از کردستان مره بردن. من از کردستان بردن و سر مرز که رسندن اونجی همه اهل تسنن بودن. دیگه چی بگم دیگه، خیلی وضعم خراب شد دیگه. آدم های از شیعه ها هم برده بود، زن ها هم برده بود، زیاد بودن. یه اهل تسنن وقتی که ما رو اونجا بردن و این 30,000 تومانه که اینجا گرفتاد، بنده خدا اونجا شابا اونجا مندیم و فردایش گفت که نالی پس زنگ بزنید شما رو از مرز او طرف میکنیم. بعد دوباره یه بندای خدای اهل تسنن 30,000 تومانه دیگه اونجا با سرکاروان ما تایی کرد که آقا ما 30,000 تومان دیگه میگیرم، اینا رو از مرز رو برمیکنیم. از کردستان اون طرف ما را رد کرد. یک کمی برج چار بود، یک کمی پایین تر رفتیم و از بس که هوا سرد بود دیگه همون زن و بچه همونجا تایی پتو خودی سر قله زیر پتو جمع شده و یه هوا افتا و کمت پایین تر رفتیم و گرم 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 پایین پایین یک آقلک معلوم شد. گفت اصل قچاق بر اویه. 30,000 من تو من دیگه یه قچاق برا گرفت برگشت و ما را همونجا ویل کرد. اصل قچاق بر اوی او رو برین بریم. ما رفتی پایین تر و سر کاروان خرده کردیم. گفتیم خب برو چیکار میکنی تو؟ ما دو شب رو شده که مالی حالا نان و آب ما خلاص میشه، ما رو در کربلا خب وعده دادی که ما تو کربلا ما برو. این رفت پایین خدمت بزرگوار هر شب اونجا صحبت کرد و صحبت کرد و گفت که اینالی قچاق بر خودش میه دیگه. نگاه کردیم که از پایین یک دراز مرحب باری، اسمشم عمر بود، اسمشم عمر بود و آمد و همینجی خدمت بزرگوار که آمدم در خسته نباشی. گفتم دیگه این روی خرابال کرد خدمت بزرگوار را شبه. گفت که زنا رو گفت شما خواهر ماییم، مادر ماییم، شما آزاد هستیم، اگر پس برینم شما از مرز پس رد میکنم، اگر کربلا برینم شما را کربلا میرسنم. این برادرای عزیز گفت که اگر ما را نفر 150 تومن، ما 30 تومن اینجا تایی کده بودیم، 30 تومن دیگه از خودی مرز تا او طرف مرز گرفتن، این 60 تومن. این بنده خدا گفت نفر 150 تومن دیگه اگر میدیه ما کربلا میرسنیم، اگر نمیدیه خانم ها آزاد هسته، خواهر و مادر ما هسته، اینا نمیتنه باره جید، نه جلو رفته میتنه نه عقیب رفته میتنه، اینا رفته نمیتنه. یه همین کلامو گفت و برگشت و رفت پایین و هوایی گرسست و فرسست و بسیار دیگه زورنمایی زیاد کردی. بعد دیگه خدمت مبارک گرسه که دوباره ما سرکاروان رای کردیم. بابا یک شوی دیگه هم مندیم، دو شوی دیگه هم مندیم، دلها تنگ شد، یک روزه خان داشتیم اونجا گریه و ماتم و روزه به خان و بگره نمانی رای کردیم. گفت برو تو یک کاری کن و ما اینجا گوشنه و تشنه. این رفت و دوباره که آمد تفیه دوم که آمد ما زنا را پند دادیم. گفت که اگر شما را گفت خواهر ما اید مادار ما ایم، شما در جوابش میره بگوی که شما خب خواهر و مادر شما راضی نمیتون دلی هفته و گوشنه و تشنه باشه. اگر راضی این که درست، اگر نه این که خب
یک کاری بکنین دیگه. ای که آمد پس دوباره که در جان زنا رفته و که گفتن که گفتن گفتن زنا هم که دوره زیر گرفتن نمی حرفه که گفتن، گفت خب 50 تومن چی به خاطر شما، به خاطر روی شما یلک دیم ما، 100 تومنی دیگه باید بیدی اینا. بعد اگر نمیده شما هر طرفی بگین ما شما رو مبرم، اینا دیگه خلاص نمیتونه رفته، نمیتونه نه پیش رفته نه پس. بعد از اونجا خدمت بزرگوار هست و یه برگشتو که در مو کشلی خبره، در مو عقل خبره، ما سرکاروانه بودیم برو بابا یه رو تو بیاره که ما چیکار کنیم که تا که اینجا بشنیم. بعد یه رفت از پشتی، از پشت حتی امین خود گفت که بابا بیا پولا رو بگیر، پولا رو شما جمع کنید، ما شما که پولا رو جمع کنید ما حالا رفته پس ماشین زنگ میزنم که بیا. دمو عاقله خود رسید خدایشی هم فوراً ماشین زنگ داد و دیدیم از پایین یک سه تا ماشین میاد. ما پولا رو جمع کردیم یک شخ پتیو شد یه رو دادیم دادیست سرکاروان که خب یه نفری صد تومن حالا خود تو شما او رو بیدی. امازون ما رو حرکت داد، گشنه و تشنه بردن در سر یک هاوز که مردم هم تشنه گست بنیم الخوش باری سر یک هاوز که از چهار طرف بلی بر ریخت آو بود میکشید تو بیا یک حالی بود جانم بی عبدالله جانم بی عبدالله درگاه تو بوسیدن به بچ صفا دارد درگاه تو بوسیدن به بچ صفا دارد خاک سر کوی تو عطر شهدا دارد محبوب همه دلها جانم ابی عبدالله. اون لحظه اولی که چشمتون به گنبد با صفای امام حسین علیه السلام افتاد چه حسی داشته؟ احساس دیگه از خود خبر نداشتیم دیگه. ما بارگاه حضرت عباس دیدیم که خود چی دیدیم دیگه. از اونجا دیدیم که بابا این بارگاه ما رد کرده یه خیلی جلو برده اونجا. روی خر بالا کردم گفتم ما را چرا دیزری حضرت عبدالله اونجا پایین دیگه دیگه اینجا برده. این روی خر بالا کردم گفت که آقا او دیزری حضرت عباس حضرت عباسه. این گفت این بارگاه امام حسینه. بارگاه امام حسین دیدیم دیباچه بالایه دیگه. کبله جان رفتی شما تصور کنید دفعه اولی که با او سختی ها رفتی و چشمتان به یه آب فرات افتاد چه چیزی به ذهن شما اومد؟ دل مهمی گشت که اوف بر تو آی ای آی آب فرات تو موج میزید لای حسین تشنه بود تو موج میزیدی خیمگاه حسین آب نبودن موج میزید عباس از تو کلیپی رو همکاران آماده کردن میشه همون رو ببینیم. کبله صاحب میخواستم پرسان کنم که بعد از
دیدن کلیپ چه حسی به شما دست داد؟ ولی خب چه بگیم که رنگ رخسار خبر میدهد سر درون. امام حسین اصلا در زندگی شما چه نقشی داره؟ الحمدلله نقش اولش هم یک آرزوی خرست، آرزوی من فکر من میبود بارها با بچه های خواستیت من همی الان خدا شایده بزرگوار الان که میشنم بچه های ما دیگه وصیت نداره، خانه ها هر کدام از خونج مانه، از من یعنی این خانه یعنی تو سخات خانه هست. اگر میخواید در دنیا و آخرت بهرمند شوید، اولاد چیم و خود چیم و پدر مادر شیم و اما چیم و همه شیم خوب استفاده کنه بهره ببنه، یعنی تحت اختیاری هیئت امام حسین بشه دیگه، ما چیزی نداریم دیگه. آرزوی از من همیه که در دنیا و آخرت مدتی سیمان از دامن حسین تا نمشه. کبلای صاحب باید تا بالا شده که از امام حسین علیه السلام چیز را خواسته باشی و نشده باشه و به شما این حس دست داده باشه که با حضرت کار کرده باشی؟ نه نه، همیشه توجهش بوده، همیشه راضی، همیشه توجهش بوده، همیشه هم چیزهایی که در دل ما بوده امام حسین عنایت کرد. کبلای جان اگه امیال امام حسین دیدیم نیست، دوست داری حضرت به شما چی بگویه و شما دوست داری چی بگویه به حضرت؟ اولش که خدمت شما در خود از معلوم هسته، شاید ما چیزی از خوشحالی گفته ندارم، دوم شم آرزوی ما در دنیا و آخره دارم فقط خود حسین یه چیزی میکنم، خود امام حسین معلومه که آرزوی معنیه موشب روز خدمتگار امام حسین آل اولاد ما باشه. ما که از زمان قدیمم بابا و اجداد ما الحمدلله همین رسم و رسوم بودن ما زمانی که در بین شیعه ها و زرازیات بودیم، اگر نداشتیم یک بره را که نظر امام حسین امسال ذبح میکردیم، بره را میوردیم نظر دیست میکشتیم که خدا سلامتی بده توفیق بده تا سال دیگر را در خانه کالاکن بنکن که نظر سال دیگه امام حسین است. الحمدلله از قدیم ندیم همی بود، تا حتی جایی بود جناب محترم که ما زمانی کمونستی که در کابل بودیم، شبی جمعه که میشه روزه امام حسینی که میخوانیم زاکر ولی منبر برمو شد، ما یک نفر رایی میکنیم دور و دور حیات محبته را مرفت کمونستا ما رو به قول زبنده خدا که اطلاع پیدا نکنم چکار نکنم. الحمدلله تا هنوز راضیم از برکت امام حسین، خدا رو شکر. بعد از این امید به خودش یک روایت از امام صادق علیه السلام هست که برای ما اهل بیت شما پیروان سعی کنید که زینت باشید و مایه ملامت ما نباشید. به نظر شما امام حسین علیه السلام از زندگی ماها راضی هست؟ اگر پیروشی باشیم راضیه انشاءالله، هم به بهش قبول کنیم راضیه. خدا با روی خود امام حسین وجودی نازنینی امام زمان عجل الله و شریف را از بلاها حفظ کنه، ما پیروش بشیم راضی انشاءالله. شده در زندگیتون جای حس کرده باشین که کدام مشکلی داشتین اما مشکل قطعا یقین کردین که امام حسین علیه السلام مشکل شما را حل کرده باشه؟ بله بله، مشکلایم را حل کرده. خیلی مشکل
بعضیش که دلیل خود میوده نظر خود می که حاجه گفتنی نداره غیر از اون همه مشکل های من حل کرده. سفر کربلا در زندگی شخصی خودتون چه تغییر ایجاد کرده؟ خیلی تغییر خیلی تغییر روز به روز الحمدلله الحمدلله خیلی خدا رو شکر میکنم زندگیم خوب شده علاقه‌م زیاد شده. برای کسی که تا به حال توفیق نشده به زیارت کربلا بره، برای کسی که شاید علاقه هم نداشته یا شناختی نداره، شما در چند جمله کوتاه چی توصیه داری؟ با او چی بگم آقا جان؟ امام حسین که آزادی گفتن نداره، او شاعر نگفت که حسین کیستی که عالم دیوانه اویه. حسین که آزادی گفتن نداره بری شیعه باید همه دیوانه امام حسین میشه، همه امام حسین دیگه. حسین نگاه کن که در داد، حال داد، عیال داد، زندگی داد، همه رو داد. سوغات کربلا شما چی آوردی و یک کربلایی وقتی که از کربلا پس میایه چه سوغاتی در اصل باید آورده باشه با خود؟ سوغاتی همینه که باید زیارت نگه داره، حفظ کنه، دائما به فکری باشه که امام حسین لطف کردن. مویه که مثلا قوم و فامیل ما خدا رو گواه میگیرم، امام حسین خودش رو گواه یک مهر کربلا رو که به ما میاره گویا دنیا رو بده دنیا. اگر قرار باشه که شما یک جای برای خانه آخرتتان مشخص کنین، دوست داری که کجا باشه؟ او که به دست خدای و به دست ائمه دیگه. دوست دارین کجا باشه؟ ما دوست ما همیه که کفن و دفن ما که خدا و اجداد طاهر امام رضا علیه السلام امام حسین ما را کربلا برده و رسنده و زیارت کردیم، همه بین چارکوی خراسان اگه ما دفن شیم از خدای خرازی راضی. و آخرین گپتانه با امام حسین علیه السلام در برنامه بگوید. ما خب اخلها ضعیفه، درد دل ما از ما همی است که حسین جان، آقا جان، مولا جان، ما آرزوی ما همی است که نسل در نسل ما فقط دستور تو باشه، پیروی قرآن باشه. خب چیزی که شما راضی بشیم اون را انجام میده، رضایت شما را مد نظر داشته باشه. حرف ما میگه امروزوی ما میگه ما روزوی نداریم. وقتی که حسین از ما راضی بود خدا راضی، حسین راضی بود ائمه راضی، حسین راضی بود همه راضی، حسین بود که همه تمام استی و نستی خیره در لای دین اسلام بود که شیعه امیرالمومنین پدرم شیعه باشه، پیرو باشه. یا علی جان به سرای بلا کن گذری، یا علی جان به سرای بلا کن گذری، به شهیدان صف کرب و بلا کن نظری، تا سر نیز سر ناطق قرآن نگری. زینب غم زدم، زینب غم زدم.